أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. خدای متعال به پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه می‌فرماد برای ایشان مثلی بزن. مثال‌های قرآن برای آشکار شدن حقایق تا ما از طریق مثال با حقایق قرآنی آشنا بشیم. اما مثال دو مرد که یکی را دو باغ داده بودیم از تاکستان‌ها و آن را به نخل‌ها احاطه کرده بودیم و میان آن زرع کرده بودیم. آیه 32 سوره مبارکه کهف و آیات بعد. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. هر دو باغ میوه خیش را میداد و به هیچ وجه نقصان نمی یافت و میان باغها نهری بشکافتیم. و کان له ثمر فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر من کمالا و اعز نفرا. و میوه ها داشت این باغ، پس به رفیق خود که با او گفتگو میکرد گفت من از جهت مال از تو بیشتر و به عده از تو نیرومندترم. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. داخل در باغ خود شد در حالی که ستمگر به نفس خیش بود، گفت گمان ندارم که هیچ وقت این باغ نابود بشه. و ما اظن الساعت قائمه ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. گمان ندارم رستاخیز به پا شود. منکر قیامت هم شد و اگر مرا به سوی پروردگار ببرند سوگند که در آنجا نیز بهتر از این خواهم یافت. به قیامت اعتقاد نداشت، اما معتقد بود اون عالم اگر وجود داشته باشه باز در اون عالم وضع و حال او بهتر از دیگرانه. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. رفیقش و دوستش که با او گفتگو می کرد به او گفت مگر به آن که تو را از خاک آفرید و آنگاه از نطفه و سپس به صورت مردی بپرداخت کافر شدی؟ لکن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. ولی او خدای یکتا و پروردگار من است و هیچ کس با پروردگار خود شریک قرار نمی دهم، یعنی من راه شرک رو نخواهم رفت. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. چرا وقتی به باغ خودت داخل شدی
نگفتی هرچه خدا بخواد همون میشه که نیروی جز به تأیید خدا وجود نداره. اگر مرا ببینی که به مال و فرزند از تو کمتر باشم، اون چه که داری عنایت پروردگاره، گرچه از من بیشتر داری و من از تو کمتر دارم. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. چه بسا که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عنایت کنه و به باغ تو از آسمان صاعقه ای بفرسته که زمین بایر بشه. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. یا آب آن به اعماق فرو بره، کنایه از خشکی و خشکسالی. یا آب آن به اعماق فرو رفت که قابل بازیابی و جستن برای اون آب نباشه. و احیط به ثمرهی، آنچه که نباید بشه شد در اثر ناشکری. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویت علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. در اثر صاعقه میوه ها نابود شد و بنا کرد دو دست خیش رو به حسرت به هم مالیدن که ای کاش برای خدا شریک قرار نمی دادم، مغرور به این باغ نمی شدم و این باغ رو تمامش رو از رحمت الهی می دونستم. در اثر صاعقه اونچه که در آیه بیان شده، تمام درخت‌های انگور به زمین ریخت و نابود شد. ولم تکن فئه ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. هیچ کس نبود که او را یاری برسونه و هیچ کس او را یاری نکرد. هنالک الولایة لله الحق و خیر ثوابا و خیر عقبا. در آنجا یاری کردن خواست خدای متعال که پاداش او بهتر و سرانجام دادن او بهتر و نیکوتره. دوباره پروردگار متعال خطاب به پیغمبر اکرم، وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. برای اونها زندگی این دنیا رو مثال بزن، چون آبی است که از آسمان نازل کردیم و به وسیله اون گیاهان زمین پیوسته بشه، اونگاه خشک بشه و بادها اونها رو پراکنده بکنه و خدا به همه چیز تواناست. اینی غافل نشید که چون باران بارید و باغتون سرسبز شد، دیگه شما نیازی به خدا ندارید. در هر حال انسان نیازمند به عنایات پروردگار متعال. در آخر این قصه و این مثال خدای متعال می‌فرماد المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. مال و فرزند زینت و زیور زندگی این دنیاست و کارهای شایسته نزد پروردگار ماندنی
و دارای پاداشی بهتر و امید اون بیشتره. این آیات تا 46 از 32 تا 46 سوره مبارکه کهف بهترین مثال و بهترین ضرب المثل برای اینکه انسان به مال دنیا، به زر و زیور دنیا، به زینت دنیا عنایت نداشته باشه، یعنی اینها رو اینجور ندونه که برای همیشه برای او باقی هست. لذا رفیقش در اول گفتگو به او گفت بگو انشاء الله اگر این باغ برای من بمونه. ابتدا خودش رو برتر از رفیقش دانست، اونگاه منکر قیامت شد، اونگاه پس از انکار قیامت گفت اگر قیامتی باشه من باز در قیامت وضعم از تو بهتره. رفیقش بهش گفت ممکنه خدا بیش از اونچه به تو عنایت کرده به من عنایت کنه و باغ تو در اثر یک صاعقه تبدیل به خاکستر بشه. و شد رکون به این عالم، توجه به این عالم، اعتماد به دنیا از نشناختن نظام هستی و پروردگار متعاله. کسی که خدا شناسه، موحد، توحید داره، به کلمه توحید اعتقاد داره، میدونه که تمام امور به مشیت الهی بستگی داره. انسان اگر بنده شاکر خدا باشه خدا به او عنایت میکنه، و اگر خدای ناکرده راه طغیان و کفر رو در پیش بگیره هم از آنچه در دنیا هست محروم میشه و لذت نخواهد برد، هم به عذاب آخرت گرفتار میشه. من این حدیث رو قبلا محضر مبارکتون عرض کردم، باز برای اینکه بحث تتمیم بشه اشاره ای بهش میکنم. جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام برای مناجات به کوه طور میرفت که جوانی جلو او رو گرفت و به او عرض کرد به خدا بگو من گناه کردم، خدا من رو ببخش. حضرت موسی علیه السلام به درگاه الهی دعا کرد و خدا او رو بخشید. روز دوم باز تکرار شد، روز سوم باز تکرار شد. حضرت موسی به اون جوان نهیب زد که چرا اینقدر گناه میکنی؟ او هم ناراحت شد، گفت حالا که خدا نمیبخشه گناه میکنم، گناه میکنم، گناه میکنم. وقتی حضرت موسی علیه السلام برای مناجات به محضر پروردگار رسید، خدا از او خواست که پیام بندش رو برسونه. او گفت حیا میکنم. خدای متعال فرمود وظیفه تو ابلاغ پیام بندمه. بعد خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود به او بگو میبخشم تو رو، میبخشم تو رو، میبخشم. این یه قصه، یه قصه دیگه مشابه همین که شخصی به حضرت موسی علیه السلام عرض کرد من خیلی گناه میکنم اما هیچ اتفاقی برای من نمیفته و من از جهت مادی و از ام خوبه، ثروت دارم و روز به روز ثروتم بیشتر میشه. وقتی که حضرت موسی علیه السلام جسارت این بنده رو به خدای متعال عرضه داشت، خدای متعال به او فرمود موسی به او بگو، تنبیه شدی به این که لذت مناجات با پروردگار از تو گرفته شده. ممکنه انسان
تنبیه نشه مثل این ضرب المثل قرآنی که باغش از بین بره، اما با خدا مناجات نکردن و مناجات کردن و لذت نبردن و از نزدیکی و قرب خدا به واسطه گناه دور شدن، بدترین مجازاتی است که متوجه بشر و انسان در این دنیای مادی و کره خاکی میشه. اما سوال ها که باز تو همین زمین است، سوال کردن، بعضی ها ثروتمند هستند و در عین حال در اون دنیا هم به بهشت میرن و هم در این دنیا و هم در اون دنیا اینها زندگانی خوبی دارن، اما در مقابل شخص دیگری در این دنیا تنگ دسته و در این دنیا در اثر تنگ دستی عیش او ناقصه و بهش سخت میگذره و در نهایت بعد از اینکه صبر بکنه اونگاه خدای متعال در اون دنیا به او مزد و پاداش عنایت میکنه. آیا این عدالت که یک بنده در دو دنیا و بنده دیگری در یک دنیا خوشبخت باشن، تازه مبنی بر این که اون بنده دوم بتونه صابر باشه و الا اگر صبر نکنه آخرتش رو هم از دست خواهد داد؟ پاسخ فرمودن که قرآن مجید و روایاتی که از 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده این معنا رو بیان میکنه که حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام به جهت اینکه او در دنیا پیامبر و ثروتمند بود 500 سال بعد از همه انبیا داخل در بهشت میشه. این حاکی از اینه که عدالت کامله خدای متعال راجع به فقیر و ثروتمند در دنیا و آخرت برقراره. انسان فقیر در اون عالم خدای متعال امتیازهای متعددی بهش عنایت میکنه، یکیش آسان گرفتن حساب، حدیثشو محضرتون خوندیم، بی حساب وارد بهشت میشه، کتاب او برای او آسانه، سریعتر از پولداران مؤمن به بهشت روانه میشه، مقامات عالیه بهشت که در روایات هست نصیب فقیر مؤمن صابر میشه. و وقتی عنایات خدا رو در اونجا ملاحظه میکنه آرزو میکنه که ای کاش در عالم دنیا فقیرتر و گرفتارتر بود. سوال بعدی، سوال کردند آیا در به دنیا آمدن و در دنیا زندگی کردن جبر نیست؟ چرا که من سالهای سال زندگی کردم اما زندگی محقرانه ای داشتم؟ تعبیر ایشون یه مقدار زننده است. تحقیر می شدم، همیشه دعا می کردم که خدا این تحقیر رو از من برداره. مشرف شدم کربلا زیر قبه امام حسین علیه السلام، اونجا دعا کردم به پدر و مادرم و دیگران گفتم اونها دعا کنن شاید دعای من مستجاب نشه. اونها اونجا دعا کردن، باز تو کربلا هم تحقیر شدم. از خدای متعال خواستم که خدا یا این تحقیر رو از من برداره یا جانم رو بگیره. پاسخ فرمودن نعمت وجود و اینکه انسان وجود داشته باشه و در این دنیا توشه
برای آخرت خودش برداره، اولین و با ارزشترین نعمت الهی است که خدای متعال به انسان عنایت کرده. و این نعمت وجود و بودن رو انسان نباید ناشکری و ناسپاسی بکنه. خدای متعال مثل یک طبیب و پزشک حاذقه. طبیب وقتی مریض ازش درخواست میکنه، متناسب با حال و احوال او به او دارو میده و به او پرهیز میده. اگر چیزی براش خوب نباشه به او تذکر میده. در آخر آیه‌ای ذکر کردن در سوره مبارکه هود آیه 19 که پاسخ بسیار مناسب و دلچسبیه: الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. خدای متعال موجودات و انسان رو خلق کرده تا اونها رو مورد لطف و رحمت خودش قرار بده. بنابراین نعمت وجود اولین نعمت و شرف و مدال افتخار خدا نسبت به انسان که او رو با این صورت زیبا و هموار آفریده و همه جهان رو مسخر او کرده. و از اونجا که کرامت انسانی مستدعی این معناست که انسان شکر منعم رو به جا بیاره. لذا شکرگزاری علامت انسانیت انسانه و نفع شکرگزاری به خود انسان برمیگرده، زیرا خدای متعال بی نیاز مطلقه و محتاج به شکر ماها نیست. انسان هم با زبان و هم با عمل باید شکرگزار پروردگار متعال باشه. اما با عمل چگونه؟ اطاعت از پروردگار متعال، فعل واجبات و ترک محرمات. پیشنهاد کردن به این سوال کننده که یک دوره تفسیر قرآن بخونه، یک دوره تفسیر قرآن مختصر، یک دوره نهج البلاغه بخونه، یک دوره زندگانی 14 معصوم خونده بشه، کتاب مکارم الاخلاق، تحف العقول و احتجاج و کتابهایی که از خود ایشون در سایت ایشون کتابهای بسیار نفیسی هست که تو حوزه های علمیهی که مربوطه به ایشونه این کتابها تدریس میشه. من 2-3 تاش رو نام میبرم: یکی درسنامه امام صادق علیه السلامه، یکی شرح دعای مکارم الاخلاق که اخلاق والا و بالاترین مراتب اخلاق در اونجا ازش بحث شده. انسان اگر شبی یک صفحه یا یک ورق از این کتابها رو مطالعه بکنه، تو دراز مدت در طول 1 سال و 2 سال برکات علمی فراوانی نصیب انسان میشه. سوال فرمودن تقریبا در همه کتب اخلاق در ترغیب مردم به دوری از رذایل مثل حب دنیا، بخل، حسد، کبر توجه داده شده که انسان خودش رو بازسازی بکنه، بسازه و این رذایل رو از خودش دور بکنه. چرا که این رذایل آثار زیانبار بسیاری برای انسان داره، هم در دنیا هم در آخرت. انسان حسود تو دنیا هم آسایش نداره، انسان بخیل دوست و رفیق نداره، انسان بد اخلاق مردم از اطراف او پراکنده میشن. من سوال کننده میفرماد: من به جهت راحتی خودم در این دنیا
سعی کردم رذایل رو از خودم دور بکنم و سعی کردم که فضائل و صفات خوب رو به دست بیارم. آیا این که من به خاطر این دنیا و برای راحت این دنیا کسب فضیلت می کنم و برای خدا نیست تقریبا، بلکه برای راحتی خودم دارم کسب فضائل می کنم؟ نکته بسیار ارزشمند و ظریفیه. انسان خوبه به این ظرائف توجه داشته باشه تا انشاءالله تو مسیر سازندگی موفق بشه. سوالشون اینه، حالا من که برای راحتی خودم میخوام فضیلت کسب کنم و از بدی ها دوری پیدا کنم، آیا این ارزشی داره یا نداره؟ جواب فرمودن که تحصیل مکارم اخلاق و کوشش در تهذیب نفس حتی برای راحتی دنیا هم خوبه و روایات شریف اون رو مدح کرده و فرموده موجب ثواب و اجر آخرتی هم هست، ولی همیشه با یک خطر، اون هم خطر بسیار بزرگ مواجهه، و این که انسان خدایی ناکرده در دره ای عمیق سقوط بکنه و گرفتار بلاهای سخت دنیوی و اخروی بشه. اون وقت انسان دیگه احساس راحتیش رو از دست خواهد داد. پس بهتره در کسب اخلاق و فضیلت انسان خدا رو در نظر بگیره، به خاطر خدا دست از بخل برداره و به خاطر خدا سخاوتمند باشه، به خاطر خدا حسد رو کنار بگذاره و با مردم دوست و مهربان باشه. چرا که اگر عادت بکنه به خاطر دنیا و به خاطر منفعت فضائل اخلاقی دنبال کسب فضائل بره، وقت عادت میکنه به راحتی دنیا، اونگاه مثل اونهایی که دعوت کردند از وجود مطهر و مقدس و نازنین حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه و نامه های فراوان به اون حضرت نوشتند که باغهای ما آباده، رودهای ما جریان داره و ما منتظریم شما به کوفه بیایید و یک حکومت عادلانه رو برپا بکنید مثل پدر بزرگوارتون امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اینها دعوت کردن از اون حضرت به خاطر دنیا و راحتیش، چون از دست ظلم حکام جور به سطوح اومده بودن، از اون حضرت دعوت کردن، ولی به خاطر دنیا دعوت کردن. اونگاه که امام حسین علیه السلام پاسخ اونها رو داد و با خانواده و اصحاب و فرزندانش راهی کشور عراق شد، وقتی زندگی خودشون رو در مخاطره دیدن و دیدن در خطر قرار میگیرن، دست از یاری فرزند رسول خدا برداشتن، بلکه به این هم اکتفا نکردن، مقابل اون حضرت شمشیر کشیدن و خود اون حضرت و یاران اون حضرت و فرزندان اون وجود مطهر و نازنین رو به شهادت رسوندن، اون هم به بدترین شکلها که در تاریخ ثبت و ضبط شده، و خاندان رسالت رو به اسارت شهر به شهر گردوندن. این نتیجه اینه که انسان به خاطر دنیا کار بکنه. یه قصه ای به ذهنم رسید محضرتون عرض کنم و مطالب این جلسه رو تمام کنیم که خیلی ارزشمنده. یکی از کسانی که جزو فرماندهان لشکر عمر سعد بود که مقابل اون حضرت با اون حضرت جنگ کردن،
این با اکراه اومد تو جنگ شرکت کرد، ولی خب دنیا خواهی او رو وادار کرد که مقابل امام و حجت خدا بایسته. تو جنگ شرکت کرد، وقتی اموال اون حضرت رو غارت می کردن، یه لباس خز از اون حضرت به دست رسید که او این رو با خودش به کوفه آورد و در یک غرفه ای، در یک منزلی این لباس رو قرار داده بود. اسم اونجا رو گذاشته بود بیت الخز و می اومد تو این اتاق و این غرفه و این منزل خودش رو متبرک می کرد به لباس امام حسین علیه السلام که تو غارت خیمگاه امام حسین به دستش رسیده بود. واقعا جای تعجب و شگفتی داره. اونگاه که دنیا در خطر میفته مقابل امام حسین علیه السلام می ایسته، ولی اونجایی که دنیاش دیگه به مخاطره نمیفته، فکر آخرت میفته، لباس حسین علیه السلام رو توی خانه‌ای میذاره و به او متبرک میشه. آیا این دین برای انسان فائده داره؟ به خاطر شهوات خودش و امیال خودش و آرزوهای دنیایی خودش با ولی الهی بجنگه، اما وقتی جنگی نبود ارادتمند لباس اون حضرت باشه. خدای متعال ما رو در مسیر حق و حقیقت قرآن و اهل بیت ثابت قدم بداره. والحمد لله رب العالمین.